بچگیم شعر بودم، پر از انرژی، پیش فعال، دیوانه، دنبال آتیش زدن خونه و از پشت بون پریدن پایین و فیلم سوپرمن رو میدیدم. 3 ماه میشدم سوپرمن. 3 سالش بود که یه دفعه دیدم رو پشت بون صدا میاد. وقتی رفتم دیدم که لباس سوپرمن پوشیده، چتر گرفته دستش، میخواد بپره، رفته لبه پشت بون. بهش گفتم فرید جان بیا پایین، تو رو خدا بیا پایین، من این چتر رو بهت ببندم. سوپرمن به خودش بسته اینجوری تو دستت باشه که تو یه دفعه چتر از دستت ول میشه میافتی پایین. گفت باشه مامو. هی فکر کرد فکر کرد، این ور کرد اون ور کرد تا بیاد پایین، دیگه جون منو گرفت. وقتی اومد پایین یه فصل کتک مفصل بهش زدم، بردمش پایین، گفتم دیگه از این کارا نکن. این از 3 سالگی کارش این بوده. من آشنایی ندارم باهاشون، اگه داشتم در خدمتتون بودم. اصلا ندیدین؟ اصلا ندیدم. نه چرا، ورزشگاه راهنو دیدم، پارسو دیدم، استقلاشو دیدم، اینا همه رو دیدم، ولی اینی که شما میفرمایین اینو ندیدم. لیپخکو یه کلمه کاملا فرانسویه و به قول ما خارجی ها Our playground is the city. اوکی؟ پارکور بازا علاقه ای ندارن که مسیرهایی که آدم های معمولی میرن و برن، یه چیز راحت تر رو پیدا. حتی بلندترین دیوارا هم واسه ما نمیتونه یه مانع خیلی سخت باشه که جلو اونو بگیره. ازش خیلی راحت رد میشیم ولی اشکالی نداره، میبخشیمشون چون جلو راهمونه، باهاشون مشکلی نداره. من خودم 5 سال و نیمه که پارکور میکنم، از فیلم یاماکازی شروع کردم. دیوید بل مسبب این ورزش بوده، پدرش یه فرانسوی بود، توی جنگ ویتنام میجنگید. وقتی که میومد مرخصی از تمریناتش برای دیوید حرف میزد و دیوید اونا رو میآورد توی شهر رو انجام میداد، تا اینکه 20 سال پیش همه اون تمرینا رو براشون اسم گذاری کرد و استایلشون رو شهری کرد و به اسم پارکور ثبتش کرد. عشقم وقتی که رو پشت بومم، دارم از یه پشت بوم جامپ میزنم روی یه پشت بوم دیگه، وقتی که دارم از لب پنجره میام بیرون، سعی میکنم ارتفاع زیرمو نبینم، مقصدمو نگاه کنم، اونجا من میتونم به خودم بگم خب الان پارکور بر تو حلال شد، یا اینکه احسنتم. حالا میخوام یه تیکه از پارکور واقعی که زیاد ربطی به سطح زمین نداره، ارتفاع رو نادیده میگیری، باورهای شخصی چطوری داره کار میکنه واسه اینکه چیزایی رو نبینی یا چیزایی رو ببینی رو نشون بده. بله، هیچ وقت عقیده به مسابقات پارکور نداشته، برای اینکه این ورزش اگر با مسابقه و کلکل قاطی بشه میتونه با جون یکی از شرکت کننده بازی کنه. و منم بنا به حالا توصیه‌های پدر پارکور، جمعه 27 فروردین دارم یه فستیوال بزرگ برگزار میکنم. دیوید و سباستیان این ورزش رو یه جوری با هم دیگه تکمیلش کردن، ولی بعد از یه مدت سباستیان بیشتر به یه جا وایسادن و حرکات یه دیوار به فیلیپا توجه کرد، دیگه پارکور رو داشت زیر سوال می‌برد، تا اینکه دیوید ازش خواست که دو تا رشته جداگانه بسازن. اون یکی شد فری رانینگ
فری رانینگ یا همین دو آزاد منتهی میشه به یه قسمت. فری رانرهای خوبی توی ایران داریم که یکی از نمونه‌هاش فرزاد کرمیه. فکر میکنم میتونست رکورددار باشه توی فری رانینگ تو کل دنیا، ولی خب اینجا کل دنیا نیست و یه خوره از صحنه رقابت‌ها دوره، از شناخته شدن، پیدا کردن استعداداش، مسیر دادن به استعداداش دوره و الان فقط میتونه بره تو بازار تا عصری کار کنه و اکثریت شبا میومدیم تمرین. تو روز دوست نداشتیم مردم ما رو ببینن، چون فکر میکردن ما مثلا داریم چی کار میکنیم، به پر داریم انجام میدیم. هر اسمی که خودشون دوست داشتن میذاشتن روش. توی ورزش تخصص من توی رشته فری رانینگه. اولین گروهی هم بودیم که این ورزش رو انجام دادیم. گروه های دیگه هم بودن که توی ایران این ورزش رو انجام دادن بعد از ما، و اینکه همش دوست داشتن بگن که ما اولیم. خب حالا تو همین ریتم هم دیگه گیر کردن. وسایل ما را اینجا از بین بردن، تمام این توریایی که ما کشیده بودیم همه از بین بردن، میزای تنیس ما را شکوندن، از این بالا چنان خودشون پرت میکنن پایین که ما فکر میکنیم که اون پشت بامی که واقعا پایین هستش میریزه پایین. دیوار بتونی، از این دیوار نرو بالا، خراب میشه دیوار. دیوار 30 ساله که اینجاست وایساده ضد ضربه، با یه پای که 10 کیلو تا الا 20 کیلو وزنی که شدت ضربه داره است. حالا نه وزن خودمون، دیوار خراب نمیشه. آی ال بل زنگ میزنن 110 که بیاید بگیریدشون، دارن اینجا رو خراب میکنن، اینا ارازلن، اینا الن، اینا بلن، همین جلومون رو میگیرن. و رکوردی هم زدم که توی آسیا باید ثبت کنم، یعنی در حال ثبت کردنش هم فدراسیون آمادگی جسمانی این قول رو بهمون داده که ثبتش کنه. معمولا ورزشی که نوپا و تازه باشه زیاد نمیشه از طریقش پول در آورد. شغلم که راستیت شغل آزاده، درآمد خاصی هم از پارکور ندارم، همش علاقه است. توی هند که یکی از سینمای بزرگ ایران دنیا رو داره، ایران گفتم، این تیکر رو باید کات کنید دوباره بگیریم. توی سینمای هند از این ورزش خیلی استقبال کردن. کسی که همین ورزش حالا در سطح زیاد حرفه‌ای نه بلده کلن، خیلی ازش استقبال میکنن، کلی درآمد داره واسه شون، میرن تو سینمای هند، نه به عنوان بدل کار، چون اصلا این کار بدل نیست، درستشون میکنن، میسازنشون واسه فیلم. حالا نمیگیم ما میخوایم فیلم ساز بشیم، ولی از این راه اونا کسب درآمد میکنن و چه درآمدای سنگینی توی سینمای هند خرج میشه و به اینا میدن. قشنگ میتونی شهر رو نگاه کنی، اینجا زمین بازیه دیگه، یه جورایی میشه همه کاری توش کرد. قشنگ میتونی نگاه کنی ببینی کجاها میتونی بری ورزش کنی، کجا میتونی بری پارکور کنی، کجا میتونی بری فری رانینگ کنی. فرید کسیه که همه رفلکساشو تو بدنش داره، وقتی داره غذا میخوره میتونه چند تا کار دیگه هم انجام بده. حس چنگانش قویه. هفت ماه سالو میزنی با نفرت، واسه چامش که بگذره با لذت، لذتی که میگم صرفه به او رفه، آره همون برفه. حالا گوش کن ولات پرسار شم دای منتر گوه، پرسار شم دای منتر گوه، آره دایی مریکای پشت کوه، دایی همه کیجارا رو جمع بزوییم، ببریم شیشکلی زوین صد لو مات مور کارد میمه منتره کی منو ویمه.